باز دوباره شب بخیر میگم به تمام شما که الان حضور دارید در کلاس و همینطور شب بخیر و شلوم میکنم به تمام کسایی که بعداً به این رکورد و این کلاس گوش میده و ممنونم از محبت های همه شما که منو تشویق میکنین به این کلاس ها. ضمناً تنسگیوینگ رو دوباره باز قبل که گفتم بازم تبریک میگم به همه دنیا و همه عالمی که از خداوند ما لحظه به لحظه تشکر میکنیم و خب این تنسگیوینگ چیزیه که بازی حالت عمومی داره و این خیلی خوبه و باروخ هشم که ما هر شب شبات این تنسگیوینگ رو داریم و این سلیبریت رو داریم که در با هم باشیم. در هر حال ادامه میخوام بدم تنسفیروت رو. ببینید اگه هفته پیش من با شما راجع به تنسفیروت راجع به نویین که گفتیم که هر کدومش فرض میگیم مثلا خسد میشه ابراهام آوینو یا گبورا میشه اسحاق، اینا یادتون باشه، اینا رو خواهش میکنم اینا رو حتما بنویسین یا یادتون باشه دنبالش رو بگیرین، چون که مرتب و مرتب این میاد. الان من مثلا میخوام با شما چند تا موضوعات مختلف رو براتون بگم که تو تنسفیروته و هر کدوم از اینا رو خواهش میکنم یا یادداشت بکنید داشته باشین. من بهتون قول میدم اگر دنبال کبالا هستین، اگر دنبال این دنیای قشنگ و زیبا هستین، احتیاج داریم، یعنی اینا رو باید بدونیم، اینا نه به عنوان اینفورمیشن بلکه بیارین توی نشاماتون حک کنین، یعنی توی نشاماتون نگرش دارین و ببینین چقدر بهتون کمک میکنه تو موضوعات مختلف. و این توضیحات مخصوصا دارم براتون میدم که بدونین که تنسفیروت چه دنیای عظیمی توش هست. ببینین چقدر میتونه زندگی رو متحول بکنه، چقدر میتونه کمک بکنه به روز به روز زندگی ما. اینو میبینین، من بهتون که اینو رو میگم من مطمئنم که حتما و 100% مطمئنم که همه اینا رو تجربه و اکسپریانس خواهید کرد. به همین خاطر میخوام براتون بگم که تنسفیروت در کجاها ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. از خدا میخوام امشب بتونم براخا بکنم تنسفیروتو که بتونیم برای هفته آینده این تیکون هنفشو که من قولشو به شما دادم که یه مدیتیشن بسیار بسیار دیپیه که اگر ما ندونیم این موضوعات مختلف تنسفیروتو نمیتونیم با این کار کنیم. خب و این کاری نیست که فقط برای خودمون باشه، من اینو به شما یاد میدم به خاطر اینکه بتونیم کمک بکنیم به خیلیا، چه به خودتون و چه به کسان دیگر. در هر حال ما موضوع اولی که توی تنسفیروت هست میشه ایام هفته، یعنی روزهایی که مثل دوشنبه سه‌شنبه تا شبات که میشه روز از زرمپین شروع شه، چون که ما اونجا تو این موضوعات بیشتر کاری به کتر حکما بینا نداریم. زرمپین و مفقود به این شکلی که دوشنبه، یعنی ما وقتی شروع میکنیم هفته را از شبات که هیچی، یک شنبه میشه خسه، دوشنبه میشه گبورا، سه شنبه میشه تیفئرت، چهارشنبه میشه نسخ، پنجشنبه میشه بود، جمعه میشه یسود و شبات میشه ملحود. چطور اینو دارم براتون میگم؟ اگه خاطرتون باشه خسه بود ابراهام آوینو، right. حالا خسد اینجا شده یک شنبه سانده، یا
گبورا میشه اسحاق آوینو میشه دوشنبه، یا یسود یا تیفئر میشه سه شنبه، یا یعقوب آوینو همینطور که میریم پایین. اما جالبه من اینو خدمتتون بگم، چرا یسود میشه فرایده یا جمعه؟ جمعه در اصل جمع شدن روزاست، به همین خاطر اسمش از جمعه جمعه. این حالا به زبان چه عربی یا فارسی، حالا نمیخوام وارد اون موضوع بشم، یعنی جمع شدن همه روزاست که ما وارد چی بشیم، کینگدوم یا پادشاهی روز شبات. این از ایام هفته. در آن نابکوخ ما دوباره وقتی شروع میکنیم میگیم آن نابکوخ که دو لگمین که تطیر سرورا، کجا هستیم؟ توی خسد شروع میکنیم. خسد از آن نابکوخ شروع میشه. اگه دقت بکنی آن نابکوخ هم هفت تا خط داره، هفت تا سطر داره که هر روزش یعنی هر سطرش مربوط میشه به یکی از سفیروتا. آن نابکوخ من دیگه نمیرسم که همه رو براتون بخونم، خواهش میکنم خودتون حتما اینو میبینید و پیدا میکنید. آن نابکوخ میشه یک شنبه، یا ببخشید میشه خس کبر رینت، میشه گبورا ناگیور، میشه تیفئرت بارخن تهرن، میشه نسخ خسین گادوش، میشه هود یا خیگه، میشه یسود و شباتن و کبر مشمن سباتن و یودر تلمود، میشه چی؟ ملخود. تا اینجا که ایشانه که متوجه شدین حتما. پس ما روزها رو خدمتون گفتم، آن نابکوخ هم الان گفتم. حالا میرسیم توی چی؟ توی بادی و اندام انسانی که چطور این تنسفیروت کار میکنه. خب اول از همه روی سرمون، فقط روی سر، باز دوباره ما حساب سر و صورت در هست، باز دوباره تنسفیروت رو داره. چطور میشه؟ این بالای سر من که دقت میکنین که گذاشتم یه وقته یه جوری خیلی خیلی آزون و راحت آدم فراموش میکنی کیفاری که سرم گذاشتم. اینجا میشه کتر، اینجا کتره. دوتا چشمای ما میشه حخما، اینجا حخما. دوتا گوشا میشه چی؟ بینا. دماغ ما میشه زرم پی از زرم فین، و دهان ما ملکی. و میدونی که زرم فین یعنی خسد گورا تیفر نسخ خود یسود. اینجا میشه زرم فین و دهان ما ملکوت میشه. پس ببینید توی صورت ما هم این تنسفیروت وجود داره. اوکی؟ حالا اینی که ما میگیم زئیرم پین یعنی صورت کوچیک، میگه کلمه زئیرم پین توی کبالا به معنای صورت کوچیکه. یعنی اگر شما این دایره کامل سر یا اینو ببینید، میبینید که چشما و دماغ و دهان جای کوچیکی رو گرفتن. به همین خاطر بهش میگن زئیرم پین که میشه صورت کوچیک. حالا این تنسفیروت میاد توی تمام اندام و بادی انسانی من و شما که به چه شکله؟ به این شکله که باز دوباره بالای سر من که گفتیم کتره. ببینید این کتر همیشه ما میشه همون در اصل جایی که اون تاج قرار داره، این بالا، این تاجی که این بالا قرار داره. خب و بعد از انصف این تمام نور وارد این کتر میشه. اگه دقت بکنیم میبینیم که اکثر مردا جایی که کیپا رو میذاریم خالیه، یعنی مو ریخته. اکثرا شاید 90% از مردا این اتفاق میفته. چرا؟ به خاطر اینکه این
انرژی و این نوری که وارد بدن من و شما از دنیای انصاف میشه خیلی قدرتش بالاست. میخوام اینو به عنوان یه نشونه خدمتون بدم. خب و این پس شد کتر، این بالای سر من، اگه خاطرون دوشه اینو قبلا هم گفتم، دست چپ، چپ سر یا مخچه در هست اینجا میشه حخما، دست راست مخچه من دوباره اینجا میشه بینا. گرفتید تا اینجا رو؟ حالا دست راست من بیاریم باز از اینجا بهتون نشون بدم که باز متوجه بشین. پس شد کتر سر من، خخما سمت چپ مخچه، بینا سمت راست. اینا رو باید خواهش میکنم یادتون باشه، چون که برای باز میگم برای تیکون هنفش لازمش داریم و من نمیتونم آنچنان دوباره توضیح بدم خدمت. anyway، دست راست خسد یا ابراهام آوین رو یا یک شنبه با زوری رو بگم تو آنا بکوه که شروع میشه آنا بکوه، خسد میشه دست راست، گبورا میشه دست چپ، گبورا میدل بادی اینجا میشه تیفرت. ببینین وقتی میگیم تیفرت وسط بدن، خب یا قلب مادر است، اگه دستمون رو ببریم بالا دقیقا این قلبه و این اینجا میشه درست وسط بدن ما، میشه تیفرت. درست اگه ببینید توی تنسپیروت هم وسط قرار گرفته. خب نسخ میشه پای راست نسخ میشه، خود میشه پای چپ که اهرون اکوهن میشه، نسخ موشه بن امرام اهرون اکوهن، یسود یا یوسف صدی که میشه سکشور ارگان ما، یسود که جمعه میشد و یوسف صدیقه، و باز دوباره ملحود میشه کف پایمون. روشن شدین؟ اگه سوالی هست بگین. ببینین اینا رو باید بدونید. این تمام این کلاسی که من مخصوصا برای این تنسفیرون برای شما گذاشتم، باور بکنید اینقدر سعی میکنم که ساده و راحت براتون بگم که شاید کمتر جایی اتفاق میفته. من تمام سعیم برای اینه که اینو ساده بگم و شما کاملا متوجه بشین. بقیهش دیگه دیزایر خودتونه، بقیهش دیگه خودتون دیگه مسئولش هست. اگه سوالی دارین لطفا بپرسید، من در خدمتتون هستم. خیلی خوب. پس ما اینجا بادی و سر و صورتمون صحبت شد، پس نبیعیممون پیغمبرانمون صحبت شد راجع بهش، روزهای هفته صحبت کردیم، آنا به کرخ رو گفتیم، صورت و اندام جسمیمونم که براتون توضیح دادم. حالا ببینید این پایه در اصل میخوایم به این رنگ ها به. اگه دقت بکنید میبینید که اینجا هم تمام این سپیروت ها اگه متوجه بشین داره رنگه، میبینید؟ و این رنگ ها بی خود نیست. چرا؟ چون که رنگ عامل ظهور ملخوته، رنگ عاملیه که مرئی میکنه، یعنی نشون میده، ما رو راهنمایی میکنه، توی قابل دیدن میکنه این دنیای ملخوت رو، و ما توی تنسفیروت هم دقیقا اینو داریم. خب ببینید روز اول خدمتتون گفتم که چقدر تنسفیروت مهمه، چقدر تنسفیروت بالاست که حتی طور رنگ ها میاد با ما صحبت میکنه. خیلی ببینید اگر دقت بکنید میبینید که البته اینجا بهتون نشون میده همه رنگ ها رو، ولی اصلش من که خودم بهتون میگم دقیقا رنگ چیه، دقت بیشتری بکنید. حخما اگه دقت بکنید بیرنگه، حالا اینجا سفید گذاشته، بیرنگه، حخما رنگ نداره و یعنی جاییه که
این جایی که ما نمیشناسیم، بی رنگه. خب ببخشید نظر رو، کتر، کتر جایی که بی رنگه. خب به چه دلیل؟ به خاطر اینکه ما نمیشناسیم و بی رنگ انتخاب شده. حخما اگه دقت بکنید میبینید چیه؟ رنگ گری، توسیه. خب درست شبیه رنگ مغز انسان. اوکی. بینا دقت بکنین سیاهه، مشکیه، بلکه. اگه خاطرتون باشه من هفته پیش و دو هفته پیش گفتم که اکثر عرفای دنیا خیلی خیلی خودشون رو رسوندن، تنها تونستن تا قسمتی از بینا رو تاچ بکنن، یعنی نتونستن به حخما و کتر برسن به غیر از کبالا. خب به همین خاطر اگه دقت بکنید رنگ، ببینید چقدر زیباست ماجرا. بینا که سیاه انتخاب، مشکی انتخاب شده، بی دلیل نیست. خب اگه دقت بکنید میگن بالاتر از سیاهی رنگ دیگر نباشن. چرا؟ چون که این مثال بالاتر از سیاهی رنگ دیگر نباشد یه مثال ایرانیه که مسلماً از عرفای ایرانی اومده، ولی ما داریم بالاتر از سیاهی، حکما رو هم داریم که اعتراض داریم. اینم از خسد اینه. خسد رنگ آبی میشه. خیلی جالبه این که میخوام بهتون بگم، خیلی جالبه. به همین خاطر برای خود من سال هاست که اینو همیشه یادم بوده، رنگ آبیه. چرا رنگ آبیه؟ رنگ آبی مظهر عشق و مهربونیه. یادتون هست که ما خسد همیشه گفتیم مهربونی و عشق توش توصیف میشه. و چقدر جالبه که بازم تو عرفان شرق، تو شعرهای کهنه عرفانی اومده که آبی رنگ عشق، خسه آبی. و اتفاقا اگه دوست داشته باشه میتونم این شعری رو که بدونین که حالا نمیخوام همه شعر رو براتون بخونم چون که زیاده، یا شاملو مثلا توی یکی از اشعارش میگه که میگه پروازی نیست گریزگاهی گردد، آی عشق آی عشق چهره آبی ات پیدا نیست. خب یعنی شما ببینین که توی ادبیات فارسی خیلی بالاست، تونسته اینو بیاره، یعنی به ما بگه که ولی ما خسد رو داشتیم از 5700 سال پیش میدونستیم که رنگ آبی. در هر حال گبورا میشه رد، قرمز. گبورا قرمزه. یعنی چرا قرمز میگن؟ به خاطر یایی میگن که من و شما شبات میخوریم قرمزه. اگه دقت بکنین رسم برای اینه که توی یعنی یه مقدار آب نیست، آب خسده، میاد چی کار میکنه؟ گبورا یا قضاوت رو بلنس میکنه. یعنی خسد آب وارد گبورایی که قرمزه، یعنی که قرمزه میشه و ما براخاشو میگیم که برسیم به چی؟ به بلنس، به زیبایی شب شب، به تیفئر. اینم از گبورا. میرسیم به تیفئرت. تیفئرت اینجاست. یعقوب آوینو سه شنبه، به تو من توضیح بدم دوباره، رنگ زرده. تو رنگ زرد نمایی از خرد و دانش، فهم و دانایی. تو خواهش میکنم خواهش میکنم میوت کنید، لطفا میوت کنید، پلیز پلیز، خیلی ممنونم. در هر حال رسیدیم به
رنگ زرد که میشد میشه تیفره که گفت این نمایی از فهم و داناییه. میرسیم به نسخ. نسخ رنگ بنفش پرپله که اگه بدونیم پرپل ترکیبی از رنگ گبورا و آبی که رنگ عشقه. یعنی چی؟ رنگ قرمز و آبی. گبورا قرمز بود، آبی ببخشیم خسد هم چی بود؟ آبی بود. که ترکیب این دو رنگ پرپل رو با امیده که به معنای عشق و آرامش. خب خود که میشه اهرا نکوهن رنگش چیه؟ نارنجیه. خود اینجا حالا شما متوجه این نارنجیه خود که اورنجه، که ترکیب اورنج هم چجوریه؟ با باز دوباره با گبورا قرمز و زرد یا آگاهی. خب که مظهر اورنج هم یعنی خودم مظهر چیه؟ سلامتی، جذابیت و شادیه. درست؟ میرسیم به یسود. یسود سبزه، یسود گرینه، یسود رنگ سبزه که معناش بخشندگی، صداقت و آنستیه یا نشاط آنستی. و در آخر میرسیم به ملخوت. ملخوت که جایی که من و تو زندگی میکنیم که کوپر بهش میگن رنگ مسی. چرا؟ چون که تشکیل شده از چهار رنگ مختلف. اگر ما کوپر میگیم مسی، مس چیزیه که داغه، یعنی پامونو یه جورایی میچسونه به خودش. پس شد ملخوت هم چهار رنگ و این شد توی تنسفیروت ده رنگ تنسفیروت. نمیدونم باز به سادگی براتون گفتم، ایشاره که متوجه شدیم. باز اگه سوالی هست در خدمتتون هست. ببخشید. سلام، خسته نباشی. ممنونم. سبز چی با چی قاطی شده؟ شده سبز. سبز با چیزی قاطی نشده. علامت سبز معمولا میتونه از زرد و آبی باشه. میدونی چی میگم؟ زرد و آبی معنای سبز رو میده. ولی من این رو که براتون توضیح میدم بعضیاشو به خاطر که بیشتر متوجه بشین، معنی گرین یعنی یسود، یعنی بخشندگی و صداقت. گرینم دقیقا سبزم از آبی و زرد، ترکیب آبی و زرده که آبی هم حس کردم عشقه و زردم یلو هم که میدونید که دیفرت از معنی فهم و دانایی رو. ممنون. خیلی خوب. پس این از این رنگای تنسفیرو. حالا میرسیم که توی آلیاهای تورا اگه دقت بکنیم، ما هفت تا آلیا داریم، هفت تا براخا داریم که براخای اول باز میشه خرسه، براخای که معمولا براخای اول رو به کهنه میدن، براخای دوم میشه گبورا به لوی میدن و بقیهش اسرائیلا یا هر کسی میخواد میتونه استفاده بکنه. پس شد براخای اول خرسه، براخای دوم گبوراه، براخای سوم تو در تورا تیفرته، براخای چهارم نسخ، براخای پنجم هود، براخای ششم یسود و براخای مشلین یا هفتم هم میشه ملکوت. و جالب اینه که بدونین که اصولا مبوبانین کسایی که با کبالا هاشون هستن بیشتر براخای ششم رو استفاده میکنن. چرا؟ چون که تمام براخه ها توی یسود جمع میشه، مثل جمعهی که بهتون گفتم جمع شده اینجا، پایه و اساس در از کسایی که توی کبالا هستن معمولا براخای ششم رو استفاده میکنن. اینم از آلیاهای تورا. در میکوه برای کسی که توی کبالا رو میشناسه و تنسفیروت رو میشناسه باز حالت خودش رو داره. همینطوری نیست که ما یه براخایی بگیم و بریم توش رو
این صحبت ها. خب در میکوه ما باید از چتر برسونیم خودمون رو به ملکوت دوباره. یعنی وقتی وارد میکوه که میشیم، بار اول که میریم کنیم اکتر حخما بینا خسد، میری پایین میای بالا، میری پایین میای بالا، خسد گبورا تیفر دوباره پایین بالا، نسخ پایین بالا، خود یسود و ملخود. اما یک دونه اضافه داره توی میکوه که کاملا دیگه، یعنی همونطور که سر تو رفت زیر آب و اومد بالا توی ده بار، یه بارش رو فقط میره اون زیر آب و مدیتیت میکنی و کاملا از این دنیایی که هستی میای بیرون و توی اون لحظه توی زیر آب تو حالت مدیتیشن هستی و هر یا میتونی یه آنابکوه بکنی باطبه هر چی که دوست داری، و وقتی میای بیرون بار یازده هم درست حالتی که از رحم مادر آدم اومده بده، اینو بدونی. میکوه شاید تا به حال کمتر جایی این توصیف شده راجبه تنسیف رو. من خودم اینا رو با آقا قیام با من کار کرده، شخصی با من کار کرده یا دوستان دیگه، اینه که بدونید اینا رو داشته باشین، یادتون نره. و در تفیلین، بستن تفیلین، بازم از میکوه کسی سوالی داره من در خدمتتون هستم. میکوه الانم یه بار دیگه توضیح دادم خدمتتون، حالا اینم بگم تو میکوه بدونین بد نیست. میکوه الان به خاطر این کووید 19 که هستش و این صحبت ها خیلی نمیرن، ولی اگر یه وقتی هم میتونید توی خونه و زیر شاوری هم که هستیم میکوه رو برید، به همین شکلی که الان خدمتتون گفتم شاور رو باز کنید، سرتون بگیرید زیرش، بیان بیرون کتر حخما بینا و آخرش هم کاملا برید زیر شاور و مدیتیت بکنید. و اما برای آقایون در تفیلین وقتی ما میبندیم، وقتی که تفیلین رو بسته میشه به این شکل که خب، یعنی وقتی برخواه تفیلین رو میگیم میبندیم اینجا میگیم خرسه گبورا تیفره، این سه تا میبینیم سه تا اینجا میان، پس شد خرسه گبورا تیفره که اینجا باز بهتونش رو میدم، خرسه گبورا تیفره بسته میشه و چهار تا باینه سخت خود یه صد ملخود چهارتم پایین بسته میشه، این هفتا. از تمام کسایی که تفیلین میبندن من فکر نمیکنم کمتر کسی بدونه چرا هفتا بسته میشه. خدا منو ببخشه، من نمیخوام، من اصلا ابدا، فقط میخوام بدونی که ارزش کبالا رو بدونی، نه کلاس منو، ابدا ابدا ارزش کبالا رو بدونی، یعنی بدونی کبالا همه چی رو برای من و شما توضیح داده. خب اینم از تفیلین بود. اما بازم یه بار اینو من توضیح دادم، بازم میگم چون که در هر این کلاس هاست که ما درش هستیم، و اون اینه که ما وقتی که وارد خونه که میشیم دست رو مزوزا که میذاریم، اگه دقت بکنیم مزوزا سمت راسته، خب ما وقتی دست رو مزوزا میذاریم وارد میشیم دست راستمونه، دست ابراهام آوینو خسده، این دسته، دست خسد، یادتون هست گفتم دست راسته، دست راستمون رو خسد رو میذاریم رو مزوزا وارد خونه میشیم. یعنی چی؟ یعنی ما هر چی که بیرون از خونه داشتیم، هر اتفاقی افتاد میذاریم کنار، دست راستمون وقتی رو مزوزا رفت خسد چی بود؟ عشق و مهربونی بود. با عشق و مهربونی وارد خونمون میشیم، وارد جایی که زندگی میکنیم میشیم. خب این از این. اکثر کسایی که از خونه میان بیرون و میخوان برن توی دنیا حساب برن برای کار با تبه، دوباره برمیگردن دست راستشون میزنن، نه وقتی برمیگردن بعد دست چپمون رو بزنن،
دست چپ چی بود؟ گبورا بود، شهامت بود، قضاوت بود. یعنی من بدون قضاوت دیگری، بدون هیچ قضاوتی، با شهامت وارد زندگی و وارد دنیایی میشن که باید باش روبرو بشن. متوجه شده این شد؟ در هر حال این چیزی بود که من از میدونستم تا اینجا درباره تنسفیرود. و البته موردهای دیگر هم ما داریم که حقیقتش دیگه به وقت یعنی به این حوصله نمیخوره، چون که اینا که من برای شما توضیح دادم دقیقا توی زندگیتون کار میکنه. این کلاس ها رو داشته باشین، سیو بکنین، یه وقت های خواستین میتونین بعدا نوت وردین داشته باشین. و ازتون هم خواهش میکنم هر موقع امکانش بود، هر موقعی که تونستین به دیگرانم بگین، نه اینکه ببخشید که اینو شعاف نکنید، جایی که درکش میکنن بگین به دیگران که بدونن اینا کمک میکنه، هم به خودتون هم به اونا. یعنی وقتی ما، یادتون باشه هر چیزی رو که ما با دیگری شیر بکنیم میمونه توی کانشسنس ما، میمونه درون ما، میمونه روی نشاما ما. بدونی هر چی رو که توی این که با دیگران شیر بکنیم، نه که یادمون بمونه، وارد نشاما میشه و همیشگی داریمش. پس شیر بکنیم با دیگران و بگین به دیگران که بدونن. آقای دکتر صادقانی تشریف دارن؟ مثل که امشب و فردا پس فردا معمولا اکثر ممکنه مسافرت رفتن ایست اوکی و نیستن، چون که روز شبات تو کنیسا راجع به دهت ازن سوال کردن و من باید میگفتم دهت و خدمتی که الان توی تنسیتی رو بهتون نشون میدم اینه که بله این وقت دارم، بله خدا رو شکر وقت دارم که امشب. ببینید دعت اینجا رو نگاه بکنید، دعت اینجا و خوب دقت بکنید، دالت عین تا، اگه دقت بکنید زیر کتره، یعنی مستقیم از کتر اومده پایین دعت و درون حکما بینا قرار گرفته. خب اینو داشته باشه. اینجا ما 10 سفیروت داریم، ما 10 سفیروت داریم نه بیشتر، ما 11 تا سفیروت نداریم، 9 تا سفیروت هم نداریم، ببخشید 10 سفیروت داریم. اما یک چیز دیگه که سفیروت نیست دهد، ولی چون که به زندگی ما مربوط میشه درون این گذاشته شده. خب دعت به معنای نالج، دانستن. دعت دقیقا یعنی دانستن. متوجه شدید که درون که میدونید درون اون دانستن میشه گفت دانایی، فهم، واتر. خب اینه که دعت که ما اینجا گذاشتیم به خاطر موضوعی که امشب من میخوام برای دقیقا اگه خدا بخواد توضیح بدم. در گنهدم یا بهشتی که خدا به ما داده دو تا درخت بوده، همه میدونیم اینو، چون که قبلا راجبش صحبت کردیم. یه درختی بوده به اسم اسخاین یا درخت زندگی، اسخاین، و یه درخت بوده به چی؟ اسم درخت اسدعت، دعت. خب درخت دانستن، درخت نالج، درختی که خوب با بد، بودن بد، درختی که دو شاخه داره میشه در اصل، مثلا خوب و بد. خب درخت استخدام، درخت زندگی، درختی بوده که آدم و حوا باش بودن و همه چی هم داشته. حالا میرسیم بهش
که بهتون میگم، پس این دوتا درخت بوده. خب الوهیم، نمیخوام بگم یود که واب، که اون موقع الوهیم بوده. خداوند اسمای مختلف داره در این راهی که من تو هستین، و بدون الوهیم به معنی قضاوت کردن و حتی دستور دادنه. و ما اگه دقت بکنیم روزا کیپور الوهیم رو میگیم بیشتر. در هر حال نمیخوام برم اون بر. میگه که ببینید، شما از درخت اسحدعت نخورید، از درخت خوب و بد نخورید. خب چرا؟ به خاطر که درخت اسحدعت یا درخت زندگی همه چی داشته، تمام میوه ها، تمام غذاها، تمام هر چیزی که اینا فکر میکردن داشته. یعنی فقط کافی بود، حتی موقعی که تو اون حالت گنده بودن و اینا، حتی دستگاه هاضمه یا برن دستشویی اینا نداشتن، ولی هر چیزی که میخواستن حاضر بوده، فقط باید اسکن میکردن. میدونی چی میگم؟ فقط به اون میوهه، به اون غذا، هر چی که بود در دسترسشون. و خداوند میگه ببینید، من که اینا رو همه رو بهتون دادم، درخت اسحدعت هم هست، ولی مبادا از درخت اسحدعت بخورین. حالا اینا به کی میگه؟ حوا هم میگه. حوا ببینید، اونا یه حالت شوخی میتونم بگم که هست اصلا اینا به یه زن شما بگی فلان کارو نکن تا نکنه ولی نمونه. ببخشید خانوما. در هر حال میگه از این درخت نخورید، درست؟ و سعی کنی با اون درخت زندگی اسخیم زندگی بکن و بذار زندگی راحت، یعنی توی بهش باشی همیشه. اما این خانوم آقا، آقای آدم و خانوم حوا، درست بعد از 6 ساعت، 6 ساعت، نه 7 ساعت، نه 5 ساعت، رفتن سراغ این درخت اسحدعت، درخت خوب و بد، درخت دانستن، درخت نالج رو خوردن. و همون موقع اتفاقی که افتاد، اینا که خوردن با هم آمیزش جنسی داشتن، پیدا کردن. یعنی درست 6 ساعت طاقت رو بردن، نه بیشتر، در حالی که باید صبر میکردن، شب با براخا میشد و اینو میتونستن که این آمیزش رو با هم داشته باشن. خب و وقتی که این اتفاق افتاد و اینا اون میوه رو خوردن و این آمیزش رو داشتن، میگه آدم یاده ات خوا، آدم یاده ات خوا. یعنی چی؟ یعنی اینجا یه دفعه آقای آدم شناخت از دواز یاده از دعت میاد، شناخت پیدا کرد از خوا. تازه اینجا با این، یعنی آدم شناخت حوا رو. و حالا قبلش این اتفاق ممکن بود بیفته، ولی توی جهان دیگر، توی دنیای دیگر، توی حالت دیگر، توی شاید میخوام بگم اینطوری بگم، شما شاید راحت‌تر، همش وقتی تو درخت اسخنی بودن، وقتی توی گنهدن بودن، تو حالت مدیتیشن بودن در عصر. ولی اینجا بلا یه دفعه این اتفاق افتاد، شناخت پیدا کردن. نه همونطور که میدونی، یه دفعه رفتن به خودشون، چه میدونم، برگ انجیر وز کردن و حیث. من نمیخوام وارد اون موضوعات بشم، یعنی خودشون رو پوشوندن و کاری نداره. که اینجا، یعنی اینا طاقت این رو بردن که 6 ساعت رو بهش باشن. خب حالا این رقم و عدد 6 خیلی معنا داره، که البته بهتون میگم. یا مثلا اگر وقتی موشه رفت تورا رو بیاره، اینا 6 ساعت صبر نکردن،
اون 6 ساعت مهم بود. بعد رفتن اون گلدن کپ رو ساختن و رفتن اون سال پرست شدن. یا اگه بدیم ما وقتی میخوابیم یک شستم روح ما در ما موندگاره، بقیه نشما میره که چارج بشه یا برگرده. یا اگه بدیم دور از 6 میلیون یهودی توی اون دوران آلمان از بین رفتن و اگه دقت بکنیم این حرف ششم رو میشه وا که زرم قیم میشه و این شکل. حالا میخوام یه سوالی بکنم، آیا هیچ فکر کردی که چرا این دوتا درخت نزدیک هم بودن؟ یعنی خدا نمیتونست این رو مثلا درخت استخریم رو بذاره؟ این خیلی بوده بهم شبیه درست که از همین دعت میخوام میاد شروع میشه، داریم ادامه میدیم. نمیشد مثلا این درخت اثر حدعتی رو که اینا میخواستن میبهشون بخورن دیده نشه حتی، یا یه جای دور، مگه بهش کوچیک بوده، یه جای دورتر بوده و این داستانا، و اینا فقط درخت اثر حیم رو میدیدن. نمیشد هیچ فکر کردین تا حالا چرا اینا باید نزدیک هم باشن؟ کسی هست به من این سوال رو جواب بده لطفا؟ چرا این دوتا، این درخته دوتا تقریبا نزدیک هم بودن؟ میخواست امتحانشون کنه. امتحان میخواست دوا کنه، ولی درست میگی، ولی بالاتر موضوع بیشتر از این هست. میخواست ببینیم چطوری میتونم طاقت بیارم. خانم حبری شما هستید؟ نه من فلورا هستم. فلورا خانم خواهش کنم. در هر حال صداتو مثل خانم حبری بود. در هر حال من نمیتونم ببینم اینجا کسایی که هستن. در هر حال به همه تون شالوم میگم. خیلی ممنونم که داری شیر میکنم. ممنونم. اگر خاطرتون باشه در شروعی که ما میخواستیم تنسفی رو تو شروع بکنیم، مبحثی داشتیم به اسم بیگ بنگ، یعنی اون نور بزرگ، اون نوری که تو انسوف بود، وقتی که از خودش یه شریکی یه نوری رو ساخت، بگو من میخوام مثل تو باشم، و این اتفاق افتاد که بیگ بنگ به وجود اومد و این یونیورس شکل گرفت، در اصل یعنی ملحوظ شکل گرفت. این حالا میتونی کلاس اولی کلاس من الان کلاس سومی تنسفی رو که کلاس اول دقیقا بیگ بنگ رو براتون من توضیح دادم. در هر حال و این ملحوظ ساخته شد. خب ما اگه خاطرتون باشه گفتیم خدا خواستم آقا منم میخوام مثل تو باشم. یعنی چی؟ یعنی منم حق انتخاب داشته باشم، نه اینکه همه چی تحت اختیار تو باشه. ما خواستیم، نه که خدا به ما بده. خب ما تقاضا کردیم که آقا جون، آقا خدا، ما هم میخوان حق اختیار داشته باشیم، حق انتخاب داشته باشیم اینا، و این اتفاق افتاده باشه هم میتونی حق انتخاب داشته باشی، فری ویل بهش میگن. حالا ما حق انتخاب پیدا کردیم بین خوب و بد، بین درست و اشتباه، بین خیر و شر، و حق اراده خودمون رو خواستیم. یعنی چی؟ یعنی اگر من یک کار نمی کنم و اشتباه می کنم، تقصیر خودمه، تقصیر خدا نیست، چون که من انتخاب کردم، این حق انتخاب منه. من اگر بین خوب و بد باز خوب، مثلا خوب انتخاب میکنم، من دارم انتخاب میکنم، خدا کاری به من نداره. من اگر میرم فرض میگیریم بالای یه ساختمون، یه بیلدینگ چمیدونم 10 طبقه خودم میخوام بندازم پایین، من دارم انتخاب میکنم خودم بندازم پایین. اینجا کسی کرد اصلا، نه خدا میاد جلوی منو بگیره، نه هیچ کسی. خب پس اینجا من حق انتخاب پیدا کردم. این خیلی مهمه. یعنی یادتون باشه اینی که ما
ما یه وقتایی اشتباهی میکنه میریم خدا یا فلان، اینا نیست. باید بری بگردی به قول آقا قیام، این فینگر گوز تو یو، نه تو خدا. یعنی بدونی چرا اشتباه کردی، نندازی گردن دیگری، بدونی که این اشتباه رو من کردم. اینقدر با خودت صادق باشی، اینقدر با خودت آنست باشی که بگردی که من چرا این کارو کردم، این اشتباه رو کردم، و که بدونی دوباره تکرار نکنی. پس چی شد؟ پس ما اینجا حق انتخاب پیدا کردیم. خب به همین دلیل هم آدم و حوا هم حق انتخاب داشتن و با اراده خودشون انتخاب کردن که اون میوه صدعت رو بخورن، نه اینکه سناریوی باشه یا خدا مثلا بخواد این کنه، نه، انتخاب کرد. هوا رفت خورد، اومد به آدم هم داد، خورد، کاری ندید، اینا داستان ها رو کاری ندید. و وقتی که این اتفاق افتاد، یه دفعه همه چی عوض شد، بین خوب و بد، بین تاریکی و روشنایی، بین زشت و زیبا، همه چی شد دو شاخه. دعت دو شاخه شدن، بعد این دو شاخه، این شاخه به شاخه شد، رسید به موضوعات مختلف، از جمله شک، داد، شک و تردید. و اینا دنیایی که من و شما الان تویش زندگی میکنیم، با این اتفاق حق انتخابی که من و شما داریم شکل گرفت. و من شما هنوز که هنوز هر روز درگیریم بین این خوب و بد. انتخابمونه، فقط خودمون داریم این کار. یعنی من اگر فردا صبح برم سر کار، یه نفر بیاد به من بگه بیا این یه کار خلافی رو من بگه، برای توش بگه آقا 100,000 دلار داره من انجام بدم، من بد انتخاب کردم، من طمع کردم، انتخاب من بوده. متوجه شدیم؟ خب من اگر زندگی زیبا و راحتی میگردم، حق انتخاب خودمه. خب من اگر بیشتر دلم میخواد، من و شما اومدیم تو این کلاس نشستیم به خاطر اینکه انتخاب کردیم که به نشما قدرت بدیم. به الله اینقدر الان جاهای مختلف تو این شهر زیاده که احتیاج نیست شما بیان بشینید اینجا و به این صحبت رو گوش بدین، ولی انتخاب کردیم یه امشب بشینید اینجا و بتونید به نشما و رو وقت و درونی برسید. انتخاب خودته. اوکی؟ متوجه شدی اینجا؟ یعنی اگر این انتخاب نبود و اینا فقط درخت استخریم ادامه داشت، زندگی یه جور دیگه بود. شاید زندگی هیچ حرکتی نداره، شاید زندگی چی میگن یه حالت بورینگ بود. حالا نمیدونم چون که اون زندگی رو نکردیم. اما خداوند همه اختیار به ما، یعنی اراده و اختیار رو داد، ولی نه همش. یعنی ما خیلی طور اختیار نداریم، مثل فرض میکنم ضربان قلبمون رو بیاریم بالا ببریم، نه، ضربان قلبمون دست جای دیگه است. روز و شب براتون بگم تولد و مرگ، آینده و خیلی مسائل دیگر، هر جمله مثلا فرض اختیاری یونیورس، این دنیایی که منو توش زندگی میکنم دست من و شما نیست. خب دست اون نیروی عظیمیه که اصلا ما قابل تصور نیست برای ما که راجعه صحبت کردیم. متوجه میشین؟ و میخوام یه چیز جالبه رو بهتون بگم، البته حالا توی ادامه بحثمون میریم جلو، و اینکه اختیاراتی رو که به ما داده شده تقریبا میشه اختیاراتیه که مربوط به خود ماست. مثلا براتون بگم، یکی از اصولی ترین اختیارات اینه که
فرقی. آقا ما نمیتونیم دیگری رو عوض کنیم، هیچی رو نمیتونیم عوض بکنیم. من این به صورت مثال دارم خدمتون بگم. ببینید بچه‌ای که به دنیا میاد بعد از 2 سالگی حتی تو دیگه نمیتونی عوضش بکنی، بچه خودتو ها. او من و شما نباید فکر بکنی با کاری که میکنم بکنی در مورد شخصی میتونم عوضش بکنم، ابدا دست ما نیست، اختیار ما نیست، ولی اختیار ما هست که خودمون رو عوض بکنیم. یکی از اختیاراته، من اختیار اینو دارم که خودم رو نسبت به دنیایی که درش هستم تغییر بدم. یکی از چیزهایی که من یاد میگیرم باید ریاکت نکنم، ریاکشن نداشته باشم، پرواکتیو باشم. اختیار دست من. من میتونم صبح تا شب درگیر باشم با این دنیا که توش هستم و نمیدونم چی میگن قضاوتش میکنم، ایراد بگیرم، این چه دنیایه، دست منه. ولی من میتونم دنیا رو با نظر و چشم قشنگ ببینم در هر حالتی که هست، و هر چی که هست اختیار منه که بگم باروخ هشه. من اینو صحبت کردیم راجع به یعقوب آوینو، نگاه خوب به دنیا، نگاه یعقوب آوینو میشد که بلنس و زیبایی، نگاه زیبا به این دنیایی که من توش هستم، هر چی که هست باروخ هشه، خدایو شکره از اون چیزی که من دارم. تمام تنسکیوین همینه. یک سالی که من رسوندم خودم به اینجا باروخ هشم، خدا رو شکره، این نگاه زیباه. در حالی که میتونم چیکار کنم؟ باز یه نگاه دیگه، بابا این حرفا چه تنسکیوین، چه این، چه فرق مگه، چه اینجا چه خبره، مگه چقدر بدبختی، مگه این داستانا. خب پس این اختیار ماست، اختیار منه، تمام کرکتر من، تمام زندگی من بیشتر مربوط به خودم که میشه، بیشتر تحت اختیار منه و اراده ای که من میتونم داشته باشم بین خوب و بد، انتخاب خوب و بد. خب حالا اینجا تا اینجا ما رسیدیم به دعوت، و حتما دیگه بیشتر میخوام بیشتر توضیح بدم نمیتونم. پس رو دعوت این نگاهی بود و این ماجره بود که من برای شما گفتم. پس دعوت میشه دانستن. بدونی یه مثالی میزنن که میگه نه والا یکی از کی گفت اینو، میگه گرفتاری من و تو بشر از دونستن زیاد، information، میدونی، ولی آگاهی فرق میکنه. دانستن چیز دیگه است، دانش چیز دیگه است، بینش چیز دیگه ایه. من باید بینشم رو اضافه کنم، من باید درون و بینشم رو بالا ببرم. دانش یه روز قبول میشه، یه روز قبول نمیشه. خب حالا میرسیم به این که خب وقتی خداوند این دنیا رو درست کرد و اتفاقات افتاد و ساخته شد و روز هفتم هم براخا شد و شبات هم براخا شد و چه میدونم روز ششم هم این اتفاقات افتاد که آدم هوا اومدن بیرون از بهشت و فلان اینا، میرسی که خب حالا خداوند روز هشتم چیکار کرد؟ از اون بچه دوری افتاد، خدا که بیکار نشسته که. روز هشتم اولین روزی که خداوند از روز هشتم هر لحظه به اون مشغوله، اسمش از مزوک زیو گیم. مزوک زیو گیم یعنی چی؟ وصل کردن زوجها به یک دیگه، انتخاب کردن زن و مرد، زن و شوهر. این خیلی مهمه. خب مزوک زیو گیم چیزیه که خدا، رحمتی که خدا برای ما آورده. خانم آقایون بدونید که شوهر شما و
یا همسر من، این اصلا چجوری بهتون بگم، یک چیز بزرگیه. یعنی من چه میدونم این رابطه من با زنم یا رابطه اون خانم با شوهرش بعد 40 سال چی میشه؟ شوخی نیست. ولی خدا انتخاب کرده برام خب که زن و شوهر رو به هم دیگه مربوط میکنه. خب چرا؟ به خاطر دلیل پایداری و نقش انسانی که خداوند ما رو دوست داره. یعنی این ملکوت و این دنیای زیبایی که من و شما درش هستیم، خب باید خدا اینقدر ما رو دوست داره که گفت، میگه من میخوام مثل خودش باشم. خب و هر روز این سر و سامون رو میده، هر روز و هر لحظه زن و شوهرها رو با هم دیگه آشنا میکنه. این یکی از کارهای خداونده که خیلی خیلی کار، یعنی از موقعی که این ما ملکوتی به وجود اومد، کار خداونده به زبستی بودیم. یعنی این که ما در اصل ما دو نفر یکی میشیم. میدونی؟ به همین خاطر که زن شب شباه که میشه دو تا شمع روشن میکنه، او میشه دو تا 250 تا شمع، یعنی نر میشه 250، دو تا نر میشه 500. چرا؟ اینم بدون بگم بد نیست، به خاطر اینکه ما وقتی که شمعیس رو نمیخونیم، مرد برای 248 تا عضوش میخونه، 248 تا کلمه داره شمعیس رو، در حالی که زن 252 تا عضو داره. جمع 248 و 252 میشه چی؟ 500. Right؟ و شب شبات وقتی زن این دوتا شمع روشن میکنه، تساوی میشیم، مساوی میشیم، یکی میشیم با هم دیگه. نر نون نون 50 250 درست میگم؟ والا میترسن این وقت اشتباه نکنه. بله میشه 200 و 50 هم 250، دو تا 250 میشه 500 و یکی میشیم. خب اما باز خداوند بعد از روز هشتم این فرض میگیم دنیا ملکوت و من کاری به دنیای عالم دیگه الان ندارم، برای رسیدگی به این یونیورس و این جهان و این کائناته. من یه مثال برای شما بزنم بد نیست بدونیم، و اون اینه که ما اگه دقت کردیم آقا چجوری ببخشید من نمیخوام اینقدر طول بدم، ولی بد نیست چون که آخر کلاسمونه برای تنسپیروت اینو میخوام بهتون بگم. اگه دقت کرده باشه میرین مثلا وسط یک بیابون، وسط یک کبیری که اصلا با دریا شاید هزاران مایل فاصله داره، چجوری میشه که یه دفعه ابری میاد، بارون میاد، برف میاد؟ از کجا؟ ما هممون خیال میکنیم این ابره مال اینه که چه میدونم دریا بوده و خورشید زده و بخاری شده و رفته و هوا و این. نه، این ابره خیلی خیلی خودش رو بتونه بکشونه جلو، میتونه فرض میگیریم مثلا 200 مایل، 100 مایل، 300 مایل بیاد. بقیهش از کجا اومده؟ چطور میشه توی یه بیابون برهوتی مثل چه میدونم کبیر یا مثلا لاس‌وگاس که اینقدر دریا میتونه دور باشه یه همچه اتفاقی میفته؟ این به خاطر اینکه عروس هشتو خداوند این کار کرد. یکی از این اتفاق یه مبحث علمی هست، اینه که از سیارات دیگه این یخ میباره مرتب رو زمین، مرتب یخ میباره رو زمین، یه مقدارش آب میشه از بین میره، ولی یه مقدارش دوباره تبدیل میشه به اون ابر و بارون و بارش. در هر حال این کار خداونده. حالا من نمیدونم یه دونه برای حالا مهم نیستش، اینه که میخوام اینو خدمتتون بگم. اما ما همونطوری که اراده خداوند، اراده ما و اختیار ما و چویس ما بوده که خیلی در کار رو بکنیم،
ولی یه راه دیگه داریم و اون برگشتن در اصل، یعنی یه نوع برگشتن به چیه؟ این که ما به جایی برسیم، انقدر بتونیم که جایی رو باشیم که اراده خداوند رو بر اراده خودمون ترجیح بدیم. چرا؟ به خاطر این که بیشتر تصمیمات انسانی ما، بیشتر چیزایی که ما اراده ما بوده درست در نیومد. نه که بگم به این شکل، اگر من بتونم اراده خودم و اختیار خودم رو نزدیک بکنم به اختیار و اراده خداوند، خیلی زندگیم درست میشه. چرا؟ به عنوان مثال براتون میگم. ببینید، یه وقتی ما میان پای تو را یه چیز را خدا میخوایم، اینقدر اصرار میکنیم، اینقدر اصرار میکنیم، اراده خودمون دیگه، خواسته منه. میگن که آقا تو از چیز میخوای به خدا بگو، خدا بهت میده، این تو که کاری ندارم، ولی ما اینقدر اصرار میکنیم که خدا همون چیزی که ما میخوایم به ما میده. ولی بعد از یه مدتی که میزنیم، ای بابا، این اصلا شده یه پرابلم واسه من، اونی که من خواستم میشه یه مشکل، میشه یه درگیری اصلا. خب اشتباه کردم، خودم بهم داد. ولی اما اگر من به جایی برسم که بگم خدایا میدونی چیه، اون چیزی که من میخوام برای من اصلا اهمیت دیگه نداره، اصلا مهم نیست برای من، چیز مهم برای منه اون چیزی که تو برای من میخوای، نه من برای خودم، من من او اون چیزی که تو برای من میخوای برای من مهمه، اراده تو برای من مهمه خدایا، نه اراده من برای من، اون چیزی رو که تو دوست داری من داشته باشم، اون مهمه، نه اینکه من اون چیزی که من دوست دارم برای من. زندگی وارد بهش شدن اومد. چرا؟ به خاطر این میبینی اگر به این درجه برسی که خواسته خدا برای تو مهم باشه، نه خواسته تو برای خوده، جایی میرسی که میبینی دیگه اون براخوار درکش میکنی، اون بلسینگا رو. خب اینه که. و در آخر اینم خدمتون بگم، میگه که اینو سالها پیشم تو کلاس های اول کلاس هم اینو یه تیکه شعره که بد نیست برای این لحظه، میگه هر لحظه که تسلیمم هر کارگر تحقیق، آرامتر از آهو بی‌باکتر از شیرم. هر لحظه که میکوشم در کار کنم تدبیر، در کار کنم تدبیر، رنج از پی رنج آید، زنجیر پی زنجیر. ممنونم ازتون، متشکرم که تو این سه تا کلاس با من با هم بودین. از خدا میخوام تو این لحظه که تونسته باشم تنسفی رو تو به ساده ترین و قشنگ ترین شکل به شما، من سعی خودمو کردم، باور بکنید من سعی خودمو کردم که ساده بهتون بگم، که به دلتون بشینه و توی نشاماتون بشینه. و ازتون خواهش میکنم باز ببینیم کلاس داره، هر جا که سوالی داشتیم من باز در اختیارتون هستم، میتونین توی از من بپرسین، در اختیارتون هستم و میتونین رجوع بکنین، برین سرچ بکنین سه تا کلاس و جواب سوالتون رو پیدا میکنین. در حال ممنونم ازتون، اگر سوالی هست در خدمتتون هستم و